با حمد و سپاس با خداوند سبحان و درود به پایان بر روان پاک تمام انبیاء الهی، من محمود وسیق در برنامه برگشت به قرآن در تلویزیون جهانی زرین خدمت شما بیننده گرامی هستم و امروز که 15 می سال 2021 میلادی است، بازم خود را خوشبخت میدانم که در خدمت دوستا و عزیزای این برنامه هستم و ایده هم مبنوی خود ایده سعید فطر بر همه تبریک میگم. انشالله که ایده خوب و خوش و با سعادت باشه و دوستا و عزیزای مام که در فیسبوک اید مبارکی کردن، مثل آقای فرد عمر که بسیار زیاد تشکر میکنم ازشان، لطیف زاهدی اید مبارکی کردن و زمین آقای حسینیان سوال دارن که خدمتشان بیان میکنم و پردیا امینی سلام عرض کردن، ما هم سلام خدمتشان عرض میکنم و ضمناً آقای عدروفی عزیز که برای ما و آقای وجاد سلام عرض کردن، سلام گفتن. انشاءالله خودشان هم خوب باشن و صحت سلامت. با تمام دوستان انشاءالله که دوست خطای کامنت های دوستان رو پس آنها میخوانیم البته، و امیدوار هستم که ماه مبارک رمضان برای همه خوش گذشته باشه و امیدوار هستم که اگر بتانیم که درس های از این ماه مبارک رمضان که گذشت چه درس های ما گرفته میتانیم، درس هایی که بتانه زندگی ما را یک اندازه بهتر از یک ماه قبل بسازه. چرا در ماه مبارک رمضان بدون شک همه یک کم وزن می بازه، 2 پوند 5 پوند هر قدر که هست، یک وزن چیزای بسیار عادی است که میتونه انسان بعد از یک ماه پس دوباره بگیرش. اما چیزی را که خواست خدا هست که در رمضان باید مسلمان انسان مؤمن بگیرن و رهایش نکنن، اما ارزش های دین است که قبل از او فرزن چیزایی داشتن، یک سل عادات و روش هایی بود که شاید پسندیده نبود و امروز بعد از یک ماه تقریبا ریاضت کشیدن بگویم و گرسنگی و تشنگی را متحمل شدن به خاطر رضای خدا، اونو عادات باید اصلاح شده باشه. هر چیزی که هست، هر روشی که بوده که ما پیش ما پسندیده نبوده ولی بسیار ساده بوده، چیزای غیبت و سخنچینی و یکان کلماتی که حقیقت نداره گفتن و از این مسائل، هر چیزی دیگه یا ایست که لطف خوشی که انسان باید داشته باشه با یکی دیگه، اون ما بتانیم در بین خود ترویج بتیم، محبت، صمیمیت و زیست با همه اینا. اینا تمام چیزهاییست که در شرایط فعلی، در هر شرایط در جامعه ما به درد ما میخوره، ما رو بسیار نزدیک به هم میسازه و اگر بتانیم که اونا رو در خود پیاده بکنیم و اونا رو نگاه بکنیم تا اگر حیات باقی باشه تا رمضان بعدی، آدم بیشتر سر خود کار بکنه. اصلا فلسفه روزه و اینا قرآن کریم که یاد میکنه تقوا پیدا بکنیم، همیست که ما یک سری چیزهای اضافی را قطع بکنیم، یک سری چیزهایی که نادرست بوده و ما فکر میکنیم و ما مطمئن است این نادرست باید قطعش بکنیم. خب او کسایی که نتانسته بودن روزه بگیرن، میمانه به خدا دارن، از خدا دور نشدن، معذرت داشتن، مشکلات داشتن یا صحی یا هر نوع دیگیش، نتانستن روزایی رو با خدا بودن، خوشا به حالشان، کفاریش میتن. یک کفاره خودش یعنی در حقیقت، ببینید یک مثال بزنم براتون. فرضاً اگر ما اگر یک دوست ما عروسیش هست و در یه عروسی دوست ما شرکت کردن نمیتونیم،
نسبت ماضی رو نمیتونیم شرکت بکنیم، ولی ما چی میکنیم؟ خب یک وقت دیگه یک توفه توفی میگیریم و میریم به خانهشان، به منزلشان، برشان تبریکی میتیم، یک ساعت میشینیم صحبت میکنیم. در حقیقت یعنی این خودش کفاری اونمو حالت است که ما نتانستیم شرکت بکنیم بر در محفل عروسیشان، یا ایست که اگر در یک استیت و یک مملکت دیگه است، در قاره دیگه است، حداقل یک کارت روان میکنیم یا حداقل یک تلفن برشان میکنیم، تبریک برشان میگیم و از این مسائل. در حقیقت همین کفاره همون نقص است که ما نتانستیم شرکت بکنیم در اونجا، معذرت بوده یا هر چیزی بوده، این کفاره ایش است. یک اصطلاح دینی یاد کردم برای از اینکه بتانم این مسئله رو توجیه بکنم. حال در مسئله روزه هم همچنین، وقت روزه گرفتن نتانستیم ولی ایمان به خدا داریم، خود را نکوهش نکنیم، ببینیم که کفاره از چی کردن میتونیم یک غریب بیچاره را، یک مسکین را غذا میتیم یا لباس میپوشانیم، یا اگر هیچ چیز نداریم علاقه لطف خوشم رایش انجام میتیم، اگر کمک نیاز دارن هم رایش کمک میکنیم، کمک مادی یا غیر مادی. اینا یعنی ما ارتباط خود با خدای خود قائم میسازیم، مثل عزیز که همون دوست که به عروسی نرفته بود اما دیگه قطع رابطه نکرده. کفاره شمیز که ارتباط خود ما قائم میسازیم، قائم میداشته باشیم. و او دوستان با تلفن کردن و با توفه گرفتن و رفتن خانهشون هم ارتباط ها قائم کردیم، من نتانستم امروز آمدم خدمتتان. و خدای ما که از قلبان ما آگاه هست به این شکل، و ما اگر نتانستیم روزه رو بگیریم به هر شکل که هست، ما اوش جزوات جزیاتش نمیدیم، هر انسان خودش میفهمه، خدایش میفهمه، هیچ کسی دیگه حق نداره که در مسائل روزه انسان، عبادت انسان ها، قضاوت در ما مورد بکنه. ولی ما میتونیم که از راهی دیگه خود را پیش خدای خود نزدیکتر بدانیم، خدای خود را دوست داریم و یک روز از پیش از او همه رفته نیستیم، این شکل درش وجود نداره. ولی دیگه انشالله که بتانیم هم از این چیزها استفاده بکنیم و راه خدا بیتر. و اگر من این البته همیشه تاکید کردیم که یکی از چیزهای روزه میست که حالا بتانه دوستایی را که ناراحت بودن و هم دیگر در آیات منظورم است ناراحتی داشتن، با هم صحبت نمی کردن، یک کلمات بینشان رد بدل شده بود، کاملا دوستانه در کنار هم باشن، در حقیقت صمیمیت نشان بدن، لطف داشته باشن، با هم دیگر زنگ بزنن، صحبت بکنن، یعنی بدانن که دوستانه و خوب، دوستانه و با صمیمانه با هم دیگر زندگی بکنن. اهداف روزه همی چیزا هست که روزه و اعیاد اینا که انسان ها بتانن که خوب زندگی بکنن، این با خدای خود رابطه خوب در قاید داشته باشن و خودشان هم خوب زندگی بکنن. بیاییم بازم به سراغ از این که دوستای ما کامنت ها و نظریات و تبصره‌هایی کردن. آقای سلطان نوری رو نوشته کردن در از هفته قبل که دعای بد، در مورد دعای بد که مردم میلیون ها نفر گلبدین و سیاف و عبدالله و غنی و اینا را دعای بد میکنن ولی متاسفانه ولی هیچ چیز هم نمیشه، اونا قدرت و چیز خود هستن و اینا، و ضمناً میلیون های دیگه هم شاید که انسان ها را، میلیون های دیگه هم نفر صلح و آرامی و یک دومنان اینا نشته کردن که دعا میکنن ولی نه او تغییر خورده، نه ای تغییر خورده، نه او دعای بد در حق از اونا قبول میشه و نه دعای خیر بد در حق از اونا قبول میشه، پس هیچ اثر نداره دعا کردن این مسائل. که البته باید یاد بکنم که بله دعای اینا اگر البته در قرآن کریم دعا بسیار تذکر رفته، شک درش نیست، تذکر رفته. طور مثال دعای 186 توری بقره که یاد میکنه و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الدعاء اذا دعان،
یعنی وقت بندهای مستون میپرسن در مورد من نزدیک هستم، دعای دعا کننده را میپذیرم. ببینید دعای دعا کننده را میپذیرم وقتی که دعا میکنم، اما فلی استجیبو لی ولی یؤمنو بی، باید من اجابت بکنن و به من ایمان بیارن، به اصول من ایمان داشته باشن. اصول را که من برشان روان کردیم باید پابند باشن. امروزی دعا چی سوده داره؟ اصول خدا پیش ما هست و ما اصول فراموش کردیم. و همه این مسائل که البته قرآن کریم یک جای آیاتی هست در این مورد که مثلا در مورد حضرت ابراهیم و اسماعیل، اگر دوستان ما به خاطر داشته باشند، آیه 127 سوره بقره آیات میکنه که و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل، وقتی حضرت ابراهیم و اسماعیل تهداب خانه را، خانه کعبه را بنا گذاشتن، تهدابش را بالا کردن، او وقت بود که چی کردن؟ گفتن که ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، دعا کردن به خدا، خداوندا از ما بپذیر. یعنی شروع کردن کار را شروع بکنن، یعنی تا جایی که توان بشری هست انسان باید بکوشه، کوشا باشه، خود را در راه راست و درست داشته باشه و بعد از او دعای خیر بکنه. یا حضرت بی بی مریم ببینیم که در مورد و موقعی که حضرت عیسی را ولادتشان اتفاق میفته، اینا میرن از دید قرآن کریم در یک جایی یک گوشی میرن و زیر یک تنه درخت خرما، درخت خرما درخت بسیار قوی و بلند هست، در اون بالایش خرما اینا میگیره، 50 متر درخت است یا 30 متر درخت است، بسیار کلان است و اونجا چیزی نداره که بخوره. قرآن کریم چی یاد میکنه؟ و هزی الیک به جزع نخلت تساقط علیک رطبا جنیا. برای بی بی مریم میگه که اونجا نمیگه که برو دعا کن برای من برات مندازم از آسمان نان برات مندازم، برش نمیگه. یک خانم و او خانم هم در حالت زایمان، خب بسیار مشکل کار است و او هم اقدر قوت باید باشه که او درخت اقدر شور بته که میوه بریزه سرش. و حوزی الیکی، یعنی تکان بته به سوی خود درخت خورماره، تو ساقد علیک رطبن جنی، یا میوه تازه و پخته برات میریزه. یعنی اصطلاح بسیار عامیانه که ما داریم که از تو حرکت از ما برکت، به می واقعا بسیار صدق میکنه که ما باید تا جایی که مقدور است، ولو در اون حالت هستیم که هیچ چیز فکر میکنیم کرده نمیتونیم، اما تو کوشش ته بکن یک چیزی میشه. دعا ما دعای ما اصلا متاسفانه آقای نوری هم که یاد میکنن محترم هستن، ولی این دعا دعای ما همه فقط دعا تشریفات شده، دعا سر زبان ماست، یا دعای بد یا دعای خوب. ما باید کار بکنیم، کار بکنیم. امروزی ملت هایی که قدر پیش رفته و با این تکنولوژی و با این تمدن که امروز هست، اینا به دعا یکش نشده، اینا کار کردن، شب روز زحمت کشیدن، انرژی مصرف کردن، عمر خود مصرف کردن تا به همچو چیز رسیدن اصلا. بلی کاملا. و ای که قرآن کریم هم گفتم دعا در مورد زیاد است که انسان در یک مرحله میرسه که همه چیز خوده، همه امکاناتی که در دسترس داشته، یعنی ازش استفاده کرده که بتانه یک مشکل برای یک رای حل برای مشکل خود یا هر مشکل دیگه پیدا بکنه، اما وقتی که نمیشه با دل تضرع میکنه، اگر خواست خدا باشه و مصلحت الهی باشه کمکش میکنه، اگر نکرد هم یک مصلحت درش هست، او مربوط خداوند سبحان است. اما پیش از او انسان باید تمام راه های
که راه و امکاناتی که بر انسان موجود است باید ازش استفاده بکنه و انشالله که همه چیز درست شد. آقای محمد الله کوشانی یاد سپاس کردن از ما آقای وجاد، بسیار تشکر میکنم ازشان و ضمناً بیننده محترم دیگه ما مرزو قواها هم سپاس گفتن از ترجمه واضحتان، ممنونتان. و آقای پردیس، اسد پردیس یاد کردن که روز محشر ذکر شده، هر روز روز محشر است، شاید هم درست است، درست میگن. شاید ما مسلمان ها نمیبینیم و نمیشنیم اصلا، ولی متاسفانه امروز هر روز محشر است خدا. امروز محشر است که در کشورهای خود ما، کشورهای مسلمانی، در فلسطین و اسرائیل که ما سر صحبت هایی داریم اگر فرصت شد ببینیم که اینا امروز محشر است در جهان. انسان ایجاد کرده این محشر، انسان ایجاد کرده به خاطر سوء استفاده از قدرت، سوء استفاده از امکانات و حرص و آز که انسان ها داره و این مسائل. آقای خب یک بیننده خوب دیگه ما دانیل سو یاد میکنن که صدقه و ختم قرآن در حق گذشتگان مثل پدر و مادر اینا، نظرتون در این مورد چی است؟ بله، صدقه و ختم قرآن اینا، البته باید یاد بکنم که قرآن کریم یک جای یاد میکنه در سوره نجم است، آیه 39 فکر میکنم یا 37ش، 39 فکر میکنم باشه، در سوره نجم که میاد میکنه وان لیس للانسان الا ما سعى. انسان به چیز نائل شدن نمیتونه مگر خودش تپ و تلاش بکنه. خود انسان باید تب تلاش بکنه، یعنی هر چیزی که ما داریم، انرژی داریم، حیات داریم، جوانی داریم، همه چیزی که امکانات، قدرت، هر چیز استفاده بکنیم، برای هر خیلی که بر خود رسانده میتونیم، هر توشی که بر خود گرفته میتونیم، ما باید بگیریم. یعنی در اون صورت مورد پسند خداوند سبحان است، برای اینکه خود انسان خواستش بوده و خود انسان دور را تپ و تلاش کرده. اما ای که این آیات کردن که صدقه و ختم قرآن در حق گذشتگان مثل پدر و مادر، بلی چیز خوب است، سلامت. اینا ببینید که چیزهایی است که اولی که آرامش برای خود ما و شما هست، بردن یک دعایی میکنین برای پدر و مادر خود، یک ختم میگیرین. البته در مورد ختم باید یاد بکنم که از یک ماه 30 سپاره رو ختم بکنیم و هیچ کس نفهمه، بهتر از این که هر کس یک وظیفه 10 نفر جمع میشه در یک جای ختم میکنن، اما 10 نفر یک 10 آیه برش وظیفه داده شده که بخونه. امروز آیفون همه داره، از آیفون خود یا از لپتاپ و دسکتاپ خود یا از آیپد خود 10 آیه قرآن با ترجمه بخونه و همون 10 آیه را بر دیگران توضیح بده خودش در یک محفل ختم، بسیار پر برکت، بسیار پر ثمر و پر حاصل. هر 10 نفری که باشه فکر کنین 10 آیه را هر کس میخونه، حداقل ولو که معنایش زیاد نفهمیده، مغلق بوده، 2-3 آیه فهمیده، واضح و روشن بوده، اما 2-3 آیه را برای بقیه دوستان میخونن، یک کمک توضیح میتن، نفر دیگه میاد میخونه، دعای خدا میبینه 5 آیه توضیح میتن، 1 آیه میفهمه توضیح میتن و در حقیقت ببینین که 2 ساعت 3 ساعت را که گذاشتندین در اون محفل ختم بسیار پربارتر بوده، پرثمرتر بوده، تا ای که 30 سپاره قرآن خوانده شد و هیچ کس هم نفهمه و یک ملایان باشه در اونجا بیاید به عربی قلقله بکنه، چند تا دعای عربی بخونه، بس کل گهرام الحمدلله شکر خدای شکر که این ختم تیر شد و خداوند بروی مرحومه و مرحومه ببخشه. اینا ما هیچ ازش استفاده نکردیم، از این محفل ما باید استفاده بکنیم. بر از اونا ای که خداوند سبحان رحیم و مهربان هست، بر از ای که اولاد صالحی داشتن، اونایی که گذشتن،
اولاد صالحی داشته که دلشان بر پدر مادرش میتپن، میخواین دعای خیر بکنن، میخواین یک محفل جور بکنن، بشینن ده نفر دوستای خود خبر بکنن یا فامیل نزدیک، ختم قرآن بکنن، یک نان ساده غذای ساده آماده میکنن، میخورن، مینوشن. خداوند مهربان است، ولی شک درش نیست، روی از اونام شاد میباشه انشالله. برای از اینکه اولاد صالح داشته که همینطور یک محفل خوب را ایجاد کرده، محفل خوب را ایجاد کرده. که قرآن کریم یک جای در امی سوره نساء، سوره نساء که سوره چهارم قرآن پاک است، آیه 114 یاد میکنه که لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. یعنی در اجتماعات و گروه ها و نشست و برخواست ها هیچ خیر نیست مگر اینکه در اونجا یک صدقه، صدقه یعنی کمک به هم نو، همین صدقات و معاونت و دزگیری و دسیاری از فقرها و از این مسائل یا کارهای خیر دیگه، او معروف یا کارهای پسندیده، او اصلاح بین الناس یا اصلاح بین انسان ها. اینا بهترین هاییست که قرآن یاد میکنه که در محافل همچون چیزا باید، یعنی کار خیر باید انجام شود، نه که در محافل دیگه بشینیم باز غیبت و نمامی و سخنچینی و این آن و نه، چیزای خوبتر باید انجام شود. و ختم قرآن به اون شکل یاد کردم که هر کس ده ده آیه بگیره، دعایش توضیح بده، پنجایش توضیح بده، همه سهم بگیریم، همه رو بر ملا نمانیم. و اینجا قرآن که این باز یاد میگه و من یفعل ذلک ابتغاء مرضات الله فسوف نوتی اجر عظیما. کسی که همچون ما همچون کارهای انجام میدن در همچون محافل، کار که امر به معروف است، صدقه است، اصلاح بین انسان ها است، کارهای پسندیده و نیک و اینا است، همچون کارهای را یاد میدن، همی محافل را میگیرن به خاطر که به خاطر رضای خدا، فسوف نوتی اجر عظیما، ما اجر عظیم برشان میدیم، ولی ثواب داره اگر با مو اصولش برابر باشه، نه ای که مصارف زیاد و افراد صورت بگیره درش، اسراف صورت بگیره درش، نه ای که تنها قرآن خوانده شده هیچ کس نفهمه، نه ای که باز گفتم تو که غیبت و نه، نه ای انسان است، انسان وقت در یک جای میشینه من بسا مسائل دیگه اتفاق چیز میشه به زبان میاد. یعنی اگر هم تو همچون معافل کوشش شده که معنوی گرفته شد، چرا؟ به خاطر در گذشته یک انسان، یک انسان محترم است، موالدین یا دوستا و عزیزای دیگه، خداوند همه را در امان خود داشته باشه، محفل گرفته میشه، باید محفل معنوی باشه و معنویت خود باید حفظ بکنه. حتما حتما نه تنها کسایی که این محفل گرفتن، بلکه کسایی که شرکت کردن هم انشالله که از درکات و خوبی ها مستفید خواهند شد. آقای زیوری، غفار زیوری هم میگه درود به شما استاد مهربان و از فخری ارسلا هم که لطف کردن بسیار زیاد، از هر دو تشکر میکنم. و بیردی خوب دیگه ما راضی عفیفی یاد میکنن که کاش که مثل شما علما در دین اسلام، در اسلام میبود 1200 سال پیش میبود، اما متاسفانه جناب وسیق که برخلاف آن است، متاسف هستم والا، متاسف هستم. ای کاش ببینین که متاسفانه دین اسلام مسیر را که باید پیمود در دستخوش یک تعداد سیاست مدارها، قدرتمندها، که اونا فقط قدرت، قدرت خدایشان میشه، قدرت هدفشان میشه، خدا دیگه هدفشان نیست، فقط خواستن قدرت بگیرن، اسلام را کشاندن به یک مسیر، به یک مسیر کشاندن که نباید کشانده می شد، یک مسیر کاملا انحرافی. 1200 سال گفتین، من میگم بیشتر از بعد، کاملا درست است، 1200-1300 سال بعد از وفات پیامبر کشانده شد. خب خلفای راشدین کارای کردن، خدا همراهشان باش، همراه همه انسان های خوب، ولی بازم بدبختی ها صورت گرفت، بازم
بیعدالتی ها صورت گرفت، حق تلفی ها صورت گرفت، ولی خداوند همراهی همه محاسبه میکنه، شک درش نیست. اما دین در مسیر دیگه کشانده شد، و دینی که ما امروز قرآن داریم، گفته میره به مخ صراحت و قاطعیت بیان میکنم، بینندای گرامی برزی بیان میکنم که روزی قرآن ما داریم و سالم به این شکل مانده، و ما از این قرآن من این عربیش میفهمم، میگم خدمتان بیان میکنم. وقتی قرآن را میبینم، او قرآن که روش را بر ما یاد میده، و من مسلمان را میبینم که چی میکنه، اصلا من میگم کاملا یک دین دیگه است. او دین دین نیست اصلا، او دینی که پیامبر آورد نیست. دین قانون، مقررات، تشریفات، اصول، یک اصول دیگه جور شد. کتاب های حدیث صدها هزار روایت را جور کردن، صدها هزار روایت، یعنی به دان راست مه قرآن کریم یک جلد مثل ازی صد جلد دیگه جور کردن، صد جلد مثل ازی، نه صد جلد، نه بیشتر از صد جلد جور کردن. و مردم ها گفتن قرائت بکنین، تلاوت بکنین، ثواب داره، اجر و پاداش براتون میده، او رو بیشتی براتون خدا میده. یعنی مردم ها سرش در پوش گذاشتن که نفهمینش، قرائت بکنین، قلقله و قرائت و قاری امروز ماشاءالله که کل دنیا رو قاری گرفتن. ولی خواهر ما که یاد میکنن، من میجه یک کلیپ هم از یک شخصیت عرب، دکتر عدنان ابراهیم است، که من زی آوردم، گفتم باشه میرم خدمت دوستا بیان بکنم، در می ارتباط است که ببینین که یا یاد میکنن دکتر عدنان ابراهیم. اسلام تقریبا اختطاف شده، دین ما اختطاف شده برای دین اختطاف شد توسط یک در وایزین و گروه ها و افرادگره ها و یا متنفذین در حقیقت. الاسلام تقریبا تم اختطافه، ديننا مختطف يا اخي على ايدي بعض المشايخ والاتجاهات والمتنطعين. بله، دین اختطاف شده کاملا، دین است کاملا در مسیر دیگه کشانده شده، و این شک درش نیست که دین اختطاف شده. امروز اصولی که قرآن میگه کاملا یک مسیر دیگه انسان رو میکشنه. اصول است که متنفذین و وایزین و علما و اینا میگن، و اصلا کاملا یک مسیر دیگه کشاندن، دین کشاندن یک مسیر دیگه. و مسلمان هم متاسفانه که چون قرآن خدا نمیفهمه، و زیر منبر زانو میزنن و از این ملا و عالم به اصطلاح میشنون، و این بدبختی ها ایجاد شده. ما باید به سوی کتاب خود برگردیم. سواد شکر داریم، همه ترجمه های بسیار زیاد موجود است، و باید بتانیم حقایق که درک میکنیم. همو برادرای خودم که اونام، من میگم برادرای ماستن ولی گمراه هستن، اما اونا را متوجه بسازیم. بیجا دیگر چون اونا گفت ما قبول بکنیم، خونا فرام جور میشه از پیش را. و ما هم پیش خدا مسئول هستیم از این آیه. اونا رو متوجه بسنن که برادر مولوی صاحب، ملا صاحب، اینجا قرآن کریم تو میگه، خودت تو میگه، ما کدام چه قبول کنم، گفت تو قبول کنم، میگه بشه. باید اون رو متوجه بسنن که او باید رای خدا بهتر بسازه. در صورت یک انقلاب است که انقلاب دینی فرهنگی میآید در بین ما. در غیر از او اگر به این شکل بشینیم و گریه بکنیم، ملا صاحب گفتم میرا ما هم گریه بکنیم، که هر چیز گفت مزخرفاتی هم که میگن، 1000 سال 1400 سال داریم همین خرافات را، مطمئن باشیم که 1000ها سال دوام به شکل میتونه که دوام پیدا بکنه. و آقای حسینیان فکر کنم که با دوستایی که در مکالمه بودن یاد کردن، حتما پیش ازی که بالای سویت انتقاد کنید، لطفا اول دین خود را مطالعه کنید. بله، باید درست هم بگن، بلا کوشش کنید با آن عمل کنید، بسیار درست هم بگن. ما باید دینه ولی تاله کنیم دین خدا. مسلمان ما از دین خدا آگاه نیست، دین ما قرآن ماست، دین ما قرآن ما هست. ولی و ما باید خود ما مطالعه کنیم، بر ملا نگذاریم که ملا بر ما بگوه. ملا به بیراه کشانده امت را 1000 سال است، ملا دیگه نگذاریم
مگر اینکه اونایی که میخواهند که به ما گمراهی بانند و هیچ تغییر در حالت خود نمیارند و جامعه ما هیچ تغییر نمیخوره و یک روز عمرشان به پایان میرسه و در این تاریکی ها چشم بسته زندگی کردن، در حقیقت چشم بسته حشر میشن، نه در بایی قرآن کریم. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا. قرآن میگه کسایی که نابینا زیستن در دنیا، یعنی حقایق چشم باز نکردن که حقیقت را ببینن، در دنیا نابینا حشر میشن، یعنی از نعمات محروم هستن و گمراه. انتخاب به دست ما و شما از برادر خواهر ما. تفاوت هنگفتی بین اسلام و مسیحیت وجود دارد که بله، مثال زندهش جهان اسلام و جهان عیسویت که درست میگن. والا گفتم من اصلا اسلامی را که امروز میبینم اسلام نیست، بربریت است که در امروز در بین ممالک، در ممالک اسلامی هست، وحشت است که در بین ممالک اسلامی جریان داره و او هیچ چیزی نیست که قابل انکار باشه. والا هیچ قابل انکار نیست، درست میگن آقای حسینیان. آقای روفی عزیز یاد میکنن که در تورات 10 فرمان داده شد و بعد یهودها تفاسیر و نظرات خود را در تورات وارد کردن و از این مسائل که ایران درست میگن. ولی انسان در طول تاریخ بودم چیزا، یعنی در طول تاریخ هیچ دیانت نامد مگر اینکه تغییرات درش نامده باشد، انسان ها علاوه نکرده باشد، بنامهای مختلف یا بنامهای یا سهون یا همدن چیزایی بوده. و فردن در مورد یهود که یاد کردن خب بسیار زیاد شد، همی دو وقت چاپخانه نبود، کاغذی نبود، خب تمام چیزا قلمی در چیزای نوشته و دست نوشته میشد. باید چیزای فکر بکنیم که در وقت تمپل یا معبدشان خراب میشد توسط بابلی ها تقریبا در 500 سال پیش از حضرت عیسی، یا دفعه دوم در 70 سال 70 میلادی توسط رومن ها خراب میشه و تخریب و ایران میشه. خب اینا کل چیز از بین رفت، پس دوباره نوشته کردن چیزی که در حافظه داشتن. اینا دیگه حافظه انسان خب تبریک کردن نیست، هر چیزی که از هر جای شنیده بودن قاطی شد، به اصطلاح گد شد، مخلوط شد، امرای یکی نمی آم از جانب خداست، این هرچی نوشته کردن. امروز تلمود هم یک کتاب یهودی هست که از این چیزا هست. اما گفتم هیچ دینه نبوده که دستخوش همچه یک دیانت بوده. چرا دین یکیست؟ فقط دین اسلام تسلیم شدن به خدا، که همه پیامبرها تسلیم خدا بودن، پیروای هر پیامبر که تسلیم خدا هستن اونمو دینشان است. دین در دین ما همه یکی هستیم، خواهر برادر ما در دین همه یکی هستیم. کسی که ایره قبول نداره آیه قرآن قبول نداره دیگه. آیه قرآن کریم به مثل راحت آیه 19 و آیه 85 سوره آل عمران یاد میکنه سوره سیم قرآن پاک. ولی چیزی که بسیار مهم است که انسان ها بتانه از اون چیزی که داره از بهترین هاش پیروی بکنه، از بهترین ها پیروی بکنه. چرا میخواین یک جامعه بهترین بسازن؟ آیا ما اگر ما دنبال همچو یک هدف باشیم که یک جامعه بهتر باشه بسازیم، دنبال بهترین ها بریم؟ چرا دنبال از این بریم که روایات و این آن و تفاسیر و چیزایی یا آیات، حتی آیات قرآن چیزایی نوشته که او اصلا برای ما امروز کاربرد نداره، مگر اینکه شرایط جنگ باشه که به درد ما بخوره از رو استفاده کنیم. در جنگ انسان خودش بیشتر دیگه حتی به او میره، انسان نه، طبیعت انسانی میگه از خود باید دفاع بکنه. آیات دفاعی نا بسیار زیاده در قرآن که دفاع بکنه از خود. اما چیزای خوبه که بتانه یک جامعه بشری مرفع و با صلح و سلامتی بسازه بسیار زیاد است، که اگر ما بتانیم همچو چیزی را ایجاد بکنیم، دنبال بهترین ها باشیم. نظر به فرمایش قرآن کریم که آیه 55 سوره زمر یاد میکنه، اتبعوا احسن ما انزل الیکم ربکم، شما پیروی بکنید از بهترین هایی که براتون نازل شده. آیه قرآن است، از بهترین ها باید پیروی کنیم. چرا خواست ما
ایست که یک جامعه بهتر بسازیم. مگر اینکه خواست ما ای باشه که مثل افراطی های ما، افراطی های بنام مسلمان میگن که یک جامعه باشه کلیگ مسلمان شه، کلیگ چادر بپوشه، کلیگ حجاب داشته باشه، کلیگ ریشوان طالباک میخواه، بیرون تو مان داشته باشه. خب اگر همچی چیز میگن، اونا هست باید در مغارهای کو باید زندگی بکنن. اونا باید در مغاره های کو باید زندگی بکنن. قرن 21 از اونا نیست. اونا اهل مغاره هست. با وصفه که لپتاپ و کمپیوتر و آیفون و اینا به دستشان هست، اما افکارشان در مغاره های کو هست. اونا باید متوجه ساختشان. اهل مغاره هستن، نه اهل قرن تمدن و تمدن بشری. بله، و ضمن یاد کردن که انجیل کتاب آسمانی است، اما امروز در آن گفتار حضرت عیسی هم داخل شده است و همین چند کتابی که در انجیل وجود دارد نشان میدهد که توسط حواریون نوشته شده، ورنه در آیات الهی هیچگاه عیسی پسر خدا نامیده نمیشد که محترم حسن آقای رفیع عزیز نوشته کردن. و همینجا یاد میکنم یک چیزی را که اشاره میخواستم بکنم که در مورد فرزند خدا، فرزند خدا اصطلاحی که در تورات و اینا مطرح هست، در انجیل متا فصل 5 آیه 9 یاد میکنم، البته چوکات کردیم و از بالا آیات بسیار زیباست. خوشا بال رحم کنندگان، کسای گرهیم و مهربان هستن، زیرا ایشان رحمت را خواهندید. آیه اشتومش میگه خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. که آیه نومش همی آیه نوم انجیل متا فصل 5 آیه نومش یاد میکنه که خوشا به حال صلح کنندگان، خوشا به حال صلح کنندگان، کسایی که در راه صلح و سلامتی میکوشن، نه در راه تشنج و خشونت و این مسائل، زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. ببینید اصطلاح انجیل به این اصطلاح است که همه انسان‌های صالح و خوبه که دنبال صلح و سلامتی هستن، اونا را فرزندان خدا در بایبون انجیل خوانده شده. یعنی تنها حضرت عیسی، حضرت عیسی در صف بالاترین انسان خوبی بوده که قرار داشته دیگه، به او خاطر فرزند خدا که یاد میکنن. او اصطلاح است که ما بنده خدا میگیم، ما بنده خدا میگیم، ما میگیم ما بنده خدا هستیم، اونا میگن ما فرزندان خدا هستیم. انسان های صالح، انسان های ناصالح از این معادله خارج هستن. بله، و یک آیه دیگه هم در رومی ها، رومان فصل 8 آیه 14 هست که یاد میکنه، کسانی که با وسیله روح خدا هدایت میشوند فرزندان خدا هستند. ببینید باز این چیز است تاییدیست که تورات و انجیل داره. یعنی اون کسایی که با روح خدا هدایت میشن، روح خدا در انسانهای خوب در هر دیانتی که هستن، اونا خدا دوستان و خدا پرستان هستن، که اصطلاحی که اهل کتاب اونا را به نام فرزندان خدا یاد میکنن. پس این اصطلاح فرزند، یعنی اصطلاحی که ما اصطلاحاً فرزند یاد میکنیم، فرزند یعنی اولاد یک پدر و مادر هست. البته به حضرت عیسی اینا نمیخوانه، بلکه خداوند عاری از همه چیز هست، پاک از همه چیز هست. و انشالله که همه یقایت ما درک کرده بتانیم. آقای حسینیان یاد میکنن که البته یک تن از بیننده ما یاد کردن، زهیر افریدی نوشته کردن که پروگرام پشتو به ما وعده شده بود. من هم میفهمم رای آقای وجاتم صحبت کردم، اونا بخاطرشان نامد، اما خب اونا فقط تذکر بودم که ما فراموش نکردیم. آقای سنیون یاد میکنن به جواب، البته به جواب دوستایی که نوشته کردن، گفتم به انشان بوده، نمیدانم کتاب آسمانی چیه، یعنی کتابی که آسمانی در آسمان که نوشته کرده و کتابی که در آسمان نوشته جا که نوشته.
که البته من این نظر خودم در اینجا باید راه بکنم، کتاب آسمانی وقتی ما میگیم کتاب آسمانی به این معنی نیست که کتاب از آسمان پایین شده. البته بیننده ما میدانند که هیچ کتاب نامده از آسمان، هیچ کتاب درد شده اینا نامده. فقط یگانه چیزی که نزدیکترین بوده تبلیت ها یا لوحه هایی بوده که بر حضرت موسی علیه السلام در کوی طور آمد که ده فرمان درش بوده، که اون نزدیکترین میتونه باشه. هیچ نوع کتاب چیزی وجود نداشته. ولی وقتی کتاب میگیم به این معنی که یک ارتباط با دیواین، با مقدسات داره، این از جانب خدا خواست خدا بوده همچون چیزی بیاید که به چی شکل نوشته شد، یک پیامبر، یک پیامبر ها بگویم از وحی پر شدن و به زبان خود ارائه کردن، یا ایست که کلمه به کلمه وحی شد. اینا دیگه چیزاییست که شاید در یک موقعی اگر سرش صحبت کنیم که ما هم بیشتر بر ما هم سوال برانگیز است چطور. اما یعنی این چیزیست که ما فقط معتقد به این هستیم که یک چیز ارتباط با خواست خدا داشته، یک شکلی از اشکال، یعنی چیزای عادی نیست. چیزای عادی نیست که یک انسان بگیره خودش روشته کنه و به مستادگی نیست. بلی. و بازم مشکل کردن که عیسویت هیچ وقت ادعا نمی کنه که انجیل کلام خداست. تفاوت بین عیسی و محمد نیاد کردن، بیشتر یک تذکر دادم البته که لطف کردن. و بلی خب آقای دوراندیش امیر کامنت ها میگن، باز کامنت های دوستان از فیسبوک هم میتونم بخوانم و ضمناً سر چیزا یک تفسیری باید بکنیم. آقای دوراندیش از فرانسه نوشتن میگن سلام و عید مبارکی کردن، بسیار تشکر میکنم ازشان. اگر اشتباه نکرده باشم فهمیدم که انجیل شریف برای حضرت عیسی نازل نشده بلکه برای حواریون، که البته شاید اینجا به شکلی که من یاد کردم شاید اینا برداشت کردن، و در حالی که امیدوار هستم که ببینم که مگر درستش کرده بتانم، در حالی که قرآن کریم در آیه 46 سوره مائده چی یاد میکنه؟ یاد میکنه که البته تورات برای حضرت موسی علیه السلام آمد، به تحقیب آیه 46 یاد میکنه و قفینا علی آثارهم به عیسی، بعد از او حضرت عیسی آمد پسر مریم، مصدقا لما بین یدی، که تصدیق کننده او چیزی بود که پیش از او بود، تورات. البته تورات را تصدیق کرده، این حضرت عیسی تورات را رد نکرده، بلکه خودش یک یهودی تمام عیار بود حضرت عیسی. و آتی ناهل انجیل، و انجیل بر از او دادیم، بلکه آتی ناهو اشاره به ضمیر مفرد غایب است، برای حواریون نمیگه، برای حضرت عیسی انجیل را دادیم. فیه هدن و نور، که درش هدایت و نور است. اما ای که بعضا گفته میشه که انتقاد از طرف ما مسلمان ها که کجا هست فرزن، اما از انجیل که به حضرت عیسی داده شد کدام انجیل است؟ هیچ وجود ندارد. آیا انجیل به چه شکل بود؟ وجود ندارد. در زمان حضرت عیسی نوشته نشد، 30 سال بعدش، و جان از 4 انجیل مارکو متیو مارکو جان لوک، یا لوقا و متا و یوحنا و اینا، اینا نزدیکترینش 30 سال 35 سال بعد از حضرت عیسی بود نوشته شد، و دورترینش هم شاید در 60 سال بعد از حضرت عیسی که جان یا یوحنا نوشته شد. یعنی در زمان حضرت عیسی چیزی نوشته نشد، اما چیزی که حضرت عیسی گفت و حواریونش، 12 حواریونش شنیدن، مشنیدن، و ای که روی قدس چطور آمد که نظر مؤمنین مسیحی است، روح قدس اینا از روح قدس پر شدن و گرفتن و حقایق و این مسائل، از زیاد چیزایی به خاطرش آورده بودن و چیزایی که گفتن، اینا چیزایی است که گفتم کتابای آسمانی داره ما نمیتونیم، هیچ چیز اون ثابت شده نمیتونه، اما احترام داریم به عقاید و دیانت همه، اونا همی کتاب دارن. و ما امروز میبینیم که همی کتاب رک دارن که ما یک عالم مسلمان، ما یک عالم انتقاد سر مسیح میکنه، ولی همی مسیح است که امروز جهان را، جهان که امروز با می تمدن و تا
تکنولوژی و تکنیک و همه چیزا ازش لذت میبرن، امینا آماده کردن. امروز میلیون ها مسلمان، میلیون ها انسان های سیاه سفید از نژادهای مختلف، از دیانت های مختلف آمدن در این کشورهای غربی، از تمام امتیازات اونمو کشور، مثل یک امریکایی که در اینجا تولد شده یا مثل یک اروپایی که در اروپا تولد شده، از امو امتیازات مستفید میشن تا جایی که مقدور است مستفید میشن. اینا همی سیستم بنا کردن، اینا هستن که پیرو همی کتاب هستن، به همی کتاب ایمان دارن، به همی کتاب منظور انجیلشان است. آیا ما جرأت کرده؟ نباید جرأت بکنیم ولا انتقاد بکنیم، بر از اینکه ما یک کتاب داریم که به مراتب میگیم بهتر است از او کتاب کرده. خب ما چی جور کردیم امروز؟ اما جامعه که ما داریم کدام از برادر خواهر من؟ حالا ما اگر انتقاد نکنیم خیلی چی قبول کنیم و بگویم که نه، جامعه ما بهترین است، ما بهترین هستیم اصلا. اینا ببینین جرم جنایت و آزادی و بیر لباس پوشیدنشون هستن، ببینین که چه قسم لباس می پوشن، ببینین که چی فساد و بدبختی ها و بار و این آن. از این انتقاد ها سیستم آزاد است که در این ممالک ماندن انسان قرآن کریم هم یاد میکنن، فمن شاء فلیکفر و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. کسی را او را انتخاب میکنه، کسی را نه. یعنی آزادی خدا هم بر ما داده در این سیستم ما هست. این سیستم های آزاد است که بنا شده، ولی این سیستم هایی است که انسانی تا جایی که مقدور است. این چیز پرفکت نیست، کامل نیست، ولی the best هست، بهترین هست یا نیست؟ امروز مسلمان ما فکر کنیم امروز کی میره در ما افغانستان زندگی میکنن؟ اگر مردم افغانستان بتانن همه مردم میبراین کجا میرن؟ به ملکی که اونا برشان گفتن که یا کافر هستن، به این ملک کفر میان، از زیر بیرق طالب میبراین یا از زیر بیرق داعش میبراین. خب ببینید سیستم ما سیستم اختناق و نفرت و بربریت است، سیستم اسلام نیست خواهر برادر من، سیستم ما نیست، اونا سیستم اسلام نیست. اسلام بیخی و چیز دیگه جور شده. والا من میرم ایرام روش تفسیر میکنم. ایه دین ده، انتو بدلتو دین الاسلام، ده دين إبليس، والله ده دين إبليس. إيه الدين ده؟ أنتوا بدلتوا دين الإسلام. ده دين إبليس، والله ده دين إبليس. ببين إن هو محقق مصري أس، ياد ميكونا كي چي قسم دين أس؟ دين إسلام را تبديل كدين، عواز كدين، تبديلش كدين، اي دين إبليس أس. قسم بخدا كي دين إبليس أس. یعنی به این اندازه مردم به سطور رسیده، علما و شخصیت ها و محققین و الله به سطور رسیدن. شوف المسلمین اکثر الناس یلعنون ابلیس و یستعیدون بالله تعالی من ابلیس، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والحجاج ملايين كل سنه يضربون ابلیس بالحجار، وشنو النتيجه؟ النتيجه هم اقرب الناس الى ابلیس. الطائفية والقتل والمفخات والإرهاب هذا كله من المسلمين. امروز مسلمان ها نزدیکترین کسابه شیطان است، به ابلیس است. شخصیت پیشتر میگه که دین ابلیس است، دین چیزه. ببینید که اینا به سطور رسیدن. در بین ما افغان ها متاسفانه هنوز گفتم نمیدونم اینا را اصلا شخصیت های وایز مبلغ افغان ما اصلا به این طرف ها نرفتن اصلا. اونا نه اهل تحقیق هستن، پرده خدا میکنن، نان خدا میخورن، پول خدا میگیرن، گزاری خدا میکنن، تحقیق نکردن. اینه که جهان امروز بیدار میشه، جهان عرب بیدار شد، اساسا بیداری زیاد آمده درش. یعنی شخصیت هاییست که اینا میاین و به می صراحت یاد میکنن که مسلمان از شیطان پرستش میکنن. ولی میگه اعوذ بالله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میگه پناه به خدا از شر شیطان الرجیم، و خودش از شیطان پیروی میکنه.
و میگه میره در حجم میلیون میلیون ها انسان در حجم میره، شیطان را در جمرات به سنگ میزنن، شیطان را به سنگ میزنن، ولی خودشان نزدیکترین کسا به شیطان خودشان است. گروه بندی ها قتل، ترور، وحشت، دهشت، کلش در بین مسلمان دینش نامشان دین شد. این دین است که ما امروز بر ما جور کردن، خواهر برادر من، بر ما جور کردن دین اسلام نیست. دین اسلام دین محبت، صمیمیت، صفا، کمک، همیاری، همکاری و و ضمناً امی با تفاهم زندگی کردن، تالرنس که میگیم، ما تالرنس یا تحمل یکی دیگر را داشتن، تحمل تفاوت ها را داشتن. انسان ها هر کس میتونن در جامعه زندگی بکنن، ولی علی چی جور کردن برای ما؟ متاسفانه برای امت مسلمان چی جور کردن؟ این حالت است که ما امروز داریم برای متاسفانه. ولی و اینا هم که یاد میکنن، آقای دورندیش از فرانسه یاد کردن که در مورد انجیل اینا یاد تذکر خدا دارم البته، و ای که در نوشکن در قرآن شریف انجیل شریف کلمه مفرد است، در حالی که عیسویان به چهار انجیل اعتقاد دارن. ولی البته باید یاد بکنم چیز تاریخی است، خود از اینام اعتراف دارن برش. این چهار انجیل هم که بود، البته انجیل ها زیاد نوشته شده بود، تعداد انجیل ها بسیار زیاد نوشته شده بود در موقع کانستانتین سال 325 میلادی هم یا بود تقریبا، در بود شاید در روز قرن چهارم میلادی در حقیقت، که در اون موقع بازم چهار انجیل انتخاب شد، انجیل مختلف نوشته شد، چهار انجیل انتخاب شد که نزدیکترین به گفتار حضرت عیسی نظر به اعتقاد از اونا بوده انتخاب شده. یعنی اما تعداد زیاد بود که باز البته تاریخ نشان میده که متاسفانه در دورانم یعنی فرمان داده شد که کل انجیل ها رو بیارن و باید آتش بزنن و هر کسی که انجیل دخانش پیدا شد و باید محکم شد و باید وزندان بفته و از این مسائل، از این چیز تاریخ هست دیگه. ولی و بازم یاد میکنن که قد در کجا سای رومیان آن وقت همان تر که عیسی رو به صلیب کشیدن، انجیل ها رو آتش دادن، نابود کردن. از معلومات تا تشکر استاد گرامی که من گفتم همین چیزا هست، ولی رومن ها نه، رومن ها به این کاراشان که به صلیب کشیدن، خب به صلیب کشیدن حضرت عیسی از دید بایبل اینا که رومن ها هم حتی همو کسی که میخواست اینا را به صلیب هم بکشه مایل نبود که کار بکنه، منتها بیشتر همین تحریکات صورت گرفت. بسیار چرا حضرت عیسی کارهای فوق‌العاده میکرد، زنده کردن مرده و مثلا من میفهم فیس مادرزاده جور کردن و من میدانم که شلا سعد بخشیدن و در روز شنبه که نباید کار بکنن در روز شنبه جور میکرد کسی را شفا میداد و یهودا میگفت که خب روز مقدس نباید و حضرت عیسی برشون میگفت که خب یعنی کار خیر همیشه انجام باید شد، اصلا چی نداره، یعنی شما دلائل میارد انجیل زیاد از کار را دار. البته مطالب زیاد درش ذکر کرده که حضرت عیسی در مبارزه روشن بود و اونا میخواستن حضرت عیسی را به دام پرتن به اشکال مختلف تا بتانن دزگیرش بکنن، خودشان چیز کردن نمیتونستن برزی که قانون بود، رومن ها در روز مستقر بود، هیچ چیز کردن نمیتونستن، کوشش میکردن که به کار بکنن که به گیر قانون رومن ها پرتشانه که رومن ها اینا را به صلیب بکشنن. اما در دیگر چیزایش هم غرض نگرفتن رومن ها، فکر نمیکنم اصلا چطور یک چیزی باشه. برای آقای سنیان باز سوالات دیگه هم دارن که میاییم در رویشان، یک دوستار البته یک حدیث هم باز حدیث های ما که حدیث هایی که هست مطالب ما زیاد است، انشاءالله که وقت ما کم است، اما میاییم ممی یک بار دوستای گرامی که پیش ازی که به کامنت های تان از فیسبوک برم، چرا اگر کامنت ها را در فیسبوک من نمیخوانم حتما هفته بعدی میخوانم، وقت پیدا شده حتما میخوانم. خداوند برای همه ایتان باشه، همه ایتان دوستای واقعا بسیار احترام برتان دارم که شما بیننده برنامه هستین و
و کامنت میگذارین، سوال میکنین، جای بسیار بسیار خوشی هست. و ضمناً حادثه دردناکی که امروز در فلسطین انجام میشه، در فلسطین بین یهود و فلسطینی ها، متاسفانه هر دوش مؤمن به خدا هست، هر دوش خود را مؤمن به خدا میگیرن، ولی هر دو اشتباه میکنن، هر دو خطا دارن، گناه و تقصیر از هر دوش هست، یکشان ملامت نیست، از هر دو تقصیر هست. متاسفانه در بین ما مسلمان ها یک روز دیگه فکر کنم یاد کردم که همین ذهنیت ضد یهودی بسیار زیاد ترویج شده. یعنی گفتم صدها بار در کتاب های روایات و حدیث بر علیه یهود گفته شده، بر علیه یهود گفته شده. یک شخصیت ربای یهودی بود، همراهش یک مصاحبه داشتن، یک مصاحبه داشتن در الجزیره، ربای یهودی که با شکلای شپو و مویای جوتی شده و بسیار بسیار آدم، یعنی کاملا یک ربای شناخته شده است، فکر دیوید وایس همونطور که این نامش بود، مصاحبه میکنه و دوجه یاد میکنه که من، میگه من یهود هستم، من صهیونیست نیستم، I'm a Jew not a Zionist، همونطور یاد میکنه. و در اینجا خواهم لیوال خواهم ماده که من یک یهودی هستم و یهودی میخواه که به شکل بسیار صلح‌آمیزش همی مشکل فلسطین و اسرائیل باید حل فصل شود، یهودا میخواه. اما او هم خودش همیده توضیح میده که همی صهیونیستی، زایونیزم یا اینا یک سیستم است که همی اشکالات را ایجاد شده و یک سیستم ملی، یک حزب است که همچو کارهایی را میکنه. اما یهودی ها نمیخواهن. یک تعداد یهودی ها میبینیم، کلپ ها را میبینیم، اصلا شکل درش نیست. اما ای که برزد یهودی ها چقدر کل یهودی ها را همه، نامش که یهود بود در این کتاب ها، یهود کافر است و یهود دشمن خدا است و یهود از سرزمین اچید اخراج بکنین، این مسئله، این نفرت هایی بوده که امروز در بین عرب دیگه ریشه 1400 ساله داره. خوان برادر من ریشه 1400 ساله داره و اینا فکر میکنن که ما هر کاری که میکنیم ما جنتیستیم، هر مصیبتی که بر ما میرسه ما در جنت میریم، بر ما پاداش میده، این پاداش میده خداوند و خداوند اینا را چیز میکنه، معذب میکنه. این حالت است که همین نفرت ها اینمی حالات را بار آورده که نه فلسطین و نه و گروه دولت اسرائیل میخواهند که یک راه حل مسالمت آمیز پیدا شده ایران. فلسطین هم نمیخواه، واقعا نمیخواه. گفتم مشکل کلان است که وقتی شما همین حقایق را بگوین در جامعه اسلامی، یک چیزی بگوین که یک نکته مثبت از یهود یاد بکنین، بر شما را میگن که طرفدار یهود است. نه، باز طرفدار یهود نه، خودش میگه یهود است. اینی ذهنیت آمده، یعنی حقایق اید نگوین، بگذارین یعنی ما مسلمان هستیم، یهودا آشغال است، خلاص. این مفکوره من نیست خواهر برادر من، این مفکوره ناجور، انسان ناجور و متعصب است که برشان ملاها داده. در یهود من قرآنی عمل میکنم، قرآن کتاب من است و خواهر برادر من، به میشکل قرآن یاد میکنه که از خود در یهود، در نصارا، در مسلمان بله بهترین انسان ها هستن که خوب عمل میکنن و پاداش خودم پیش خدا دارن، اگر یهود است یا اگر نصارا است یا اگر مسلمان است، همه پاداش خدا دارن. و تا قرآن کریم در آیه سوره اعراف در آیه 159 هست فکر میکنم، در سوره اعراف یاد میکنه و من قوم موسی امه یهدون بالحق و بی یعدلون. از قوم موسی کی هست؟ اینا همین یهودی ها هستن. امت هست یهدون بالحق، برای حق مردم هدایت میکنن.
و به یعنی دنون و خودشان هم مطابق معمل میکنن. این هم آقای تحیل خلاصتن. و ما یفعل من خیر فلن یکفرو، آیه 115 سوره آل عمران. هر کار خیره که یهود و نصارا انجام میده پیش خدا ابدا ضایع نمیشه. والله علیم بالمتقین. من گفتم که دین یک دین دیگه جور شده، دین کاملا یک چیز دیگه جور شده. خواهر برادر من، امیدوار هستم که ما دقت بکنیم، بی اسلام نشین، ناراحت هم نشین. کار 1400 ساله است، با تدبر و اندیشه و با بسیار محبت و صمیمیت با برادر خواهر ما که به اونو مسیر افراطی کشانده شدن، اگر بتانیم اونا را مایسته ایسته به سوی عقل و خردشان دعوت بکنیم و باز به سوی قرآن کریم. چرا اگر عقل خرد زندانی شده باشه قرآن دیگه سود نداره، قرآن سود نداره. دشمنی ها دامن زده میشه، بین یهود و نصارا دامن زده میشه. کتاب های طفلای بسیار خرد یهودی، طفلای بسیار خرد مسیحی با چیزا فلسطینی، کتاب‌هایشون چی درس داده میشه و غیر از دشمنی با یهود. خب اسلامی نیست دیگه، اصلا انسانی نیست. والا آل یهود را که قرآن کریم یاد میکنه که انسانات خوب هم دارن، خوب در اونجا کل یهود اینا بد میگن. یعنی دشمنی با یهود، نفرت از یهود دامن زده میشه و یه حالت است که این حالت رو بار میاره که امروز به شکل بسیار وحشتناکش در فلسطین میگذره. و کی کشته میشه؟ انسانهای بیگناه، انسانهای بیگناه بیچاره فقیر. شما فکر کنید این نفر، این شخصیت چیز جوال بیاییم که بیشتر از رو بریم نگشتی بوده. اول می صحنه بسیار دیده نتمن دوستا دیدن، اما بازم یک صحنه بسیار مختصر شما این صحنه ویران شده و تخریب شده است که در سر بمباردمان تخریب شده. خب بیندای گرامی که این صحنه هاییست که صحنه‌ای بسیار دلخراش، ولی جنگ است شده دیگه، ولی این چیزایی است که اتفاق افتاده. ببینید که این شیخ فلسطینی است، این طفلای خرد در یک جای پیدا کرده برای جا وعظ میکنه. صلی الله علیه و سلم عن ثلاث خصائص لمين للشهيد نعيده كما مر. اول شيء يغفر له مع اول رشقه من دمه. ثاني شيء يقول عليه الصلاه والسلام ويزوج بحوراوين. ليسن الصال درس از این میده که همین که شهید میشین، یک قطره خون، اولین قطره خونتان که میریزه در حقیقت شما، خدا گناهیتان هم میبخشه. طفلا با این سن سال شما فکر بکنه. و باز میگه که در آخرت، ولی طفلا با گناه چی میفهمه؟ این طفلا با هور چی میفهمه؟ این طفلا یه آمده یه وز دیگه به این سطح، به این سطح هم مردم را اینا برینواش میکنه، شستشوی مرزی میده. و ایام محمود عباس رهبر فلسطینیا، ببینید که اینا چه میگه. يكون في الجنه وكل جريح سيكتب له الله الثواب هذا الاقصى لنا والقيامه لنا كلها لنا لا يعني حق لهم ان يدنسوها باقدامهم القذره. اینا چی یاد میکنن؟ اینا یاد میکنن که یعنی مسجد اقصا از ما هست و همه چیز از ما هست، خدا هم از ما هست و در حقیقت خدا الله از ماست و جنت از ماست و نعمات از ماست و ما نمیخواییم که با پای کثیف و دستای کثیف خود اینا آلوده بکنن و از این مسائل. شما فکر میکنین که رهبرش محمود عباس رهبر فلسطینی هاست هستن. یعنی دشمنی ها
دامن زده شده متاسفانه که به این حالت رسیدن و گفتم مردم بیگناه کشته میشه. این رهبرها و این وایزین و اینا مبلغ کلی از اینا بهترین زندگی ها و بهترین خودشان و فامیلاشان دارن، ولی انسان های غریب و بیچاره تومی حریق و شاید بیشتر از 100 نفر فلسطینی شاید کشته شده باشه. من اخبار دیروز براتون که شنیدم بیشتر از 130-140 نفر، یک دیدارم 20 نفر شون تفله و از اسرائیلی ها تقریبا 15 نفر دمی حدود که اخبار تازه شاید ارقام تغییر بخونه. و این مشکلات است که ما متاسفانه داریم و این مشکلات است که ما امرایش دست و پنجه هستیم و امیدوار هستم که امیدوار این سحنایی که من میریم، سحنایی که ما وقتا در بیروت دادم سال 81-82 در بیروت دادم، جنگای اسرائیل فلسطین، تقریبا این سحنا رو زنده ما دیدیم. به مخاطر بود که ما البته تخلیه شدیم برام این کشتی فرانسوی 4-4 منزل زدیم، از بیروت به فرانسه رفتیم و بازاری به ایتالیا و اینا که در امان باشیم و بازار به سریلانکا رفتیم، به یونیورسیتی سریلانکا. که قصه و داستان رو زیاد است کنم، وقت اگر فرصت شد من این خاطرات خودم باید یاد بکنیم اگر جایی داشته باشه. اما به هر حال ما کوشش بکنیم از نفرت ها دوری بکنیم. یک حدیث دهی افتان من میخوایم برتان بیارم در این مورد. در صحیح مسلم است که یاد میکنه از ابو موسی نقل شده که رسول صلی الله علیه و سلم گفت وقتی که روز قیامت میشد خداوند برای هر مسلمان یک یهودی یا یک مسیحی را میبخشد و میگوید که این است عوض تو برای آتش جهنم. فکر بکنید اینه بر رسول خدا نسبت دارن. ببینیم نفرت به کدام حد از خوار برادر من، به کدام سطح نفرت که روز محشر میشه، روز محشر میشه برای هر مسلمان یک یهودی یا یک مسیح داده میشه که این کفاره تو گناهگار هستی، تو خلاص میشی، این را در دوزخ بر تو مندازیم. این شما فکر از خدا چی جور کردن؟ والله من ایران، من اگران با اصلا اینا، مگر کسایی که میگن به این اعتقاد باشن، به این اعتقاد باشن اصلا اسلام با قرآن ندارن، ایمان با قرآن ندارن. کسایی که به همچون چیزهای اعتقاد داشته باشن با قرآن اعتقاد ندارن. این چطور خدا را چی جور کردن از پیشش؟ پیامبر را چی جور کردن از پیشش؟ همچون مزخرفات را و هم در صحیح ترین کتاب ها، صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح سته پر از من میگم خوار برادرم. برحال چون مختصر گفتم خدمتتان بیان کردم، میایم انشالله که ببینیم که چند دقیقه وقتی که داریم. آقای وحید انصاری he is watching، تشکر میکنم برادر محترم. و سراج بلخ، اید سعید فطرا برای را برنامه ساز عزیز استاد محمود هم گرانقدر و تمام کارمندان تلویزیون زرین تقدیم میدارم که من برای شما هم اید مبارک میگم. انشالله که خوب و اید خوب و خوش باشه و از گلال مقبول دان از همه چیز خداوند در امان خود داشته باشه. برای همه انشالله که خوب و خوش و سعید باشه. و سعید یورش بیننده خوب دیگه ما یاد میکنند سلام تقدیم استاد محترم و دوستان بیننده و همچنان این سعید فدر برای شما استاد محترم آقای وسیق تبریک گفته و از طریق شما برای بینندگان محترم شما نیست تبریک میگن. تشکر از برنامه های نابتان، تشکر از شما بیننده خوب ما آقای یورش عزیز. و فیاض حسینیان یاد میکنند که چقدر جالب پس نظر به این گفته شما هیچ افغان و هیچ افریقایی مؤمن نیست. جالب است آقای حسینیان کنم چی نوشته کنم، این رو باید دقیق بخوانم یک لحظه که مؤمن نیست و اصول الله را که مراعات نمی کنند. افغانستان امروز بدبخترین کشور اسلامی است و از صبح تا شام دعا می کنند. آیا شنونده هست؟ خب به هر صورت
از این کرده یک تفسیر آقای حسینیان که از هفته قبلش مانده او را باید جواب بگم، اگر وقت شد باز میم روش، اگر دقیقی از او میمانیم با تفسیرهای دیگه دوستا. آقای حسینیان از یک دوست دیگه هم البته ایره یاد کرده بودن که می سوال قدر شب قدر جواب گفته نشد، و از آقای حسینیان هم فکر کنم دیروز یک کامنت مانده بودن در یوتیوب که مسئله شب قدر کدام شب است و از این مسائل هم جواب گفته نشده. شب قدر که البته شب قدر گذشت در ماه مبارک رمضان است، البته قرآن کریم یاد نمی کنه کدام شب است. قرآن کریم یاد می کنه در سوره دخان، سوره 44 است، آیات اولش است، یاد می کنه که ما نازل کردیم قرآن در فی لیلت مبارکه، در یک شب مبارک نازل کردیم. و باز امید توضیح یک ذره بیشتر می ده در سوره قدر، در اونجا توضیح می ده که انا انزلناهو فی لیلت القدر، ما اینه در لیلت القدر، در شب قدر ما نازل کردیم. که شب دیگه بعد از این توضیح دادن نشده در قرآن کریم که این شب قدر در اول رمضان است یا در آخر رمضان. از پیامبر خدا نقل شده که در دهه اخیر روزای تاخش به خصوص شب قدر تذکر رفته. اما والله اعلم، ای که یاد کردن که پس مسلمان ها تمام شب را عبادت میکنن، ما یک مسلمان نمیفهمه که شب قدر کدام شب است. خداوند امیره همطور گذاشته که یعنی مسلمان در این ما باید بیشتر سر خود بکوشه، بیشتر عبادت بکنه، بیشتر خود به خدا نزدیکتر بسازه، تصفیه حساب خود بکنه با خدای خود بیشتر از پیش. هدف ای است، هدف این است که حتی قرآن کریم در شب قدر در سوره قدر یاد میکنه که لیلت القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه بهتر است. یک چیز اصطلاحی زیاد شده در قرآن کریم، یعنی بسیار پر اهمیت است که ما اگر بتونیم خود را بهترین بسازیم، بهترین استفاده را از او ما ببریم و بعد از او خود را در راه درست و صحیح داشته باشیم و اگر انسان خوب بهتر خوبتر باشیم، که چون برای من اشاره کرد اگر یک دقیقه وقت دارم وقتم تمام شده بینیدهای گرامی. اما انشالله که تفسیرهای دوستان در هفته بعدی روش صحبت میکنیم، کامنت ها و تفسیرها و سوالات و اینایی که باشه. شما عزیزان را به خدا سبحان میسپارم. بازم هنوزم روز عید است، بازم روز عیدتان خوب و خوش باشه، صحت و سلامت و شادمان همه باشه انشالله.